سلام، به سراچه خوش آمدین. ما میتونیم. انسان هنوز شناخته نشده. انسان میتونه بسیار متفاوت باشه و بسیار هم تواناتر باشه. این توانایی و تفاوت وقتی بسیار لذت داره که دیگرها فکر بکنن تو نمیتونی، ولی ثابت کنی که میتونی. مشتری دانش مهمان امشب برنامه سراچه است. او معلم بوده، سارانوال بوده و ماستر اداره و پالیسی عامه. بفرمایید خانم دانش. بسیار خوش آمدید. بسیار خوش آمدید. بفرمایید. اینا رو. چطور هستین؟ تشکر. خانم دانش. استاد بگویم، مشتری بگویم یا دانش سر؟ هرچی که خوش دارید. بسیار خوب. ما خوش دارم شما را مشتری بگویم فقط. چون یک نام مثل شما جذاب و زیباست. از کجا شروع کنیم؟ از سال اول نه، قبل از او. از ازدواج پدر و مادر. اول دوستا منتظر هستن که سلام بکنین و شما به برنامه خوش آمدید. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت تمام بیننده های تلویزیون طلوع. همه مردم افغانستان بخصوص افراد دارای معلولیت که یک قشر بیچاره و دور از چشم جامعه در افغانستان هستند، سلام خاص برشان دارم. تشکر از شما که ما را دعوت کردین تا نگفته های خدا برای شما و دوستا بیان بکنیم. شما بسیار خوش آمدین. من بسیار احساس خوب دارم امروز با کسی صحبت میکنم که توانایش دیده نشده ولی بسیار توانمند از او است که دیده شده. به هر حال چند سال هستین؟ ما 34 سال هستم. در سال 1367 تولد شدیم. چندم خانه؟ ما دختر سیوم خانواده هستم که خواه. هفت خواهر هستیم و دو برادر. ما سیوم هستم در خانواده. سیوم هستین. کجا تولد شدین؟ در ولسوالی سیدخیل ولایت پروان در قریه چینکی ولیا. خواه. در یک خانواده متدین بگیم، خانواده بسیار بزرگ. بله بله بله، ای افتخار هم است. حتما بسیار هم ناز دادیتان در خورترکی، نه؟ یا سیومی ها زیاد مورد توجه نمی باشه؟ اولی ها و آخری ها زیاد مورد توجه می باشه؟ بدبختانه در از لحاظ ناز اگر بگویم در جامعه افغانی ناز نمیتن؟ حفاق اصلا برای دختران نازی وجود نداره. خیلی خوش جامعه افغانی خوش جامعه مرد سالار است. اگر ما در مجموع ببینیم نه نه او تو خواهست او رو خوب تاک میتنین مکم بزنین. و البته یک شوخی بود طبعا که پدر و مادرها مهربان هستن، اولاد خدا بسیار ناز میتن. و ای که ما مشکل داشتیم از طفولیت به امی مشکل دچار شدیم در سن دو سالگی به اثر مرض پولیو ما فلج شدیم. این خاطر ما بیشتر مورد توجه خانواده بودیم و مورد ناز و نوازش بیشتر قرار گرفتیم. نه نه نه، قبل از اینکه بگویم، یادت میاد وقتی که تولد شدی دنیا چه قسم بود؟ اگه شما بگویم که اگه یاد شما بیاییم حالا چاید یاد ما بیاییم. نه، من باز شنیده بودم که او وقتا میگن من چون اول خانواده بودم دیگه باز توجه زیاد بود، یک کمی ناز میدادن. آره نگوییم که خودت خوب بچه بودی دیگه با دخترها ناز نمیدی، تو نیست اصلا. نه شاید باشه در جامعه ولی خب پذیرفته نیست قسمیش. من که فکر میکنم تجربه من این است که دخترها را زیاد ناز میتن و خصوصا در سالهای اول زندگیشون که بسیار ناز میباشن. ما بازید یک فکر نمیکنم به خاطر از اینکه برای ما تجربه شده که وقدر دخترها را زیاد ناز نمیتن به خاطر از اینکه میگن امو یک عرفی از امو گذشته مانده، یک تکیه کلام شان است که میگه بچه چرا خانه روشن میکنه، چرا خانواده دایده روشن میباشه. شاید امو تو باشه یا نباشه، خب ما احترام داریم برای امو دید مردم دیگه. ما بعضی وقتا شوخی میکنم امروی مادرجانم میگم شاید وقتی که ما پیدا شدیم گفتی او بلا در پسش دختر است، باز این باعث شده که خداوند قهر شده و ما به این مرض دچار شدیم. چی میگه باز مادرجان؟ باز خنده میکنم میگه تو دختر همیشه یه گپ میزنی و تو یه گپ نیست. ای تو نیست. شما که سرانوالم بودین صحبت هم میکنیم ولی خب کسایی که با مجرمین بیسان سر کارشان باشن اونجا برشان معلوم میشه که چقدر بچه های ناز دست اونجا. در معوض برین ببینین در. بله بله. اما تو نه؟ بله. خوب اونجا دلتان یخ کردین میفهم سرتان. خب
بسیار خوب، مشکل چطور پیش آمد براتون؟ گفتین دو سالگی. ما تقریبا دو ساله ما در اشت ماگی را گشتیم. شاید امو به مولد زامیانه اگر بگویم امو پیش پزکی بوده که در اشت ماگی را بگردی باز امو تو اینمی کلانکاری آرام خواهد. بله بله امی کلانکاری باید شده که امروز ما توان از رو میپردازم. دو ساله بودیم که به سر مرض پولیو دو ساله خود از زاده. تشخیص چطور تشخیص شده هستن که مشکل از پولیو بوده؟ وقتی که یعنی واکسین نشده این منظور؟ او وقتا خب واکسین هم نبوده چون مرض پولیو هم نبوده. بعد از این واکسین پولیو سالای بعد از ای که ما به این مرض دچار شدیم بعد از این واکسین کشف شده. درست. واکسین نشدیم. خب بعضی وقتا شوخی میکنم امروی خانواده میگم کارت واکسین ما پیدا کنیم ما شما را به اسفار مالی میکشون چطور ما را واکسین نکردین یک ما نقص کردیم. نه چطور تشخیص شده هستن که مشکل دان بخاطر امی مثلا بوده؟ وقتی ما مورد تداوی قرار گرفتم پیش دکترهای زیادی رفتم دکترهای داخلی بود و خارجی همیشون به این نظر بودن که نیمی اون متاو پولیو بوده. وقتی ما سینا بغل شدیم بردن پیش دکتر روستا بسی پیچکاری امپنسیلین تصویق کرده اونمو باعث شده که میگه شاید یک پای فلج میشد اما وقتی پیچکاری برش کمک کنه که می تانستر دو پای فلج بکنه. پولیو از تداوی نداره. یعنی زیاد اگر تیبی نگویمش پایت بیشیمه است یا حسش نمی کنی اصلا؟ پای بسیار لاغر از خورد شیمه نداره ها اصلا این مفصلاش کار نمیکنه از زانو قات میشه استاد شده نمیتونیم که مثل افراد ساعتمند استاد شده بدانم وقتی قالب است پس قالب هم زانو قید داره باید قیدش بزنم بعد از استاد شم. خب بازی سالای گفتی از دو سالگی تو شده از سن مثلا 3 و 4 و 5 چطور میکردی؟ خب خودم بیاد ندارم اما دقیقا نیره بیاد دارم که من تقریبا 7 ساله بودم که به شفاخانه ارتوپدی صلیب سرخ مراجعه کردم در اونجا تداوی شدم مورد فیزیوتراپی قرار گرفتم بعد از او برم قالب مصنوعی ساختن امرا از او میتونم را برم قبل از او رو بیاد ندارم. مکتب چطور چند سالگی رفتین مکتب چطور شروع شد اصلا؟ قصه مکتب ما خب بسیار برتون بگویم در دوارم است و بسیار جالب هم است. ما قبل از اینکه مکتب برم اگر کمی از او بگویم قبل از اینکه مکتب برم وقتی که ما همین قالبا را صلیب سرخ برای من جور کرد سر پا استاد شدم به فکر ازی شدم که وقتی استاد شدم میتونم پس میتونم که یک فعالیت دیگه هم داشته باشم تا یک از لحاظ اقتصادی بتونم خودم و خانواده ما همکاری بکنم. ما رو به خیاطی آوردم خیاطی و بافندگی و کارا را میکردم و اثر از او هم یک عطا بعضی زیاد وقت مدت 2 سال مدرسه فروشی کردیم سودا بله سودا میخریدم باز در قریه در ولسوالی سید خیل در دهن مسجد که بوجیگه کعوار میکردم سر از او ما هم سودا را به فروش میرسندم. چی میفروختین؟ یعنی مثلا گوگرد و سگرد و نسوار و بیسکیت و همین میتو چیزا دیگه چون چیزا بوده در این شما هم شریک هستین. بله خب درست ضرورت بود در جامعه. باز بعد از این ما وقتی 14 ساله شدم که همین نظام حکومت انتقالی آمد در اونجا ما به فکر از این شدم که باید مکتب بخوانم. حالا وقت از این شد که وقتی این کارا شاقه خلاص شد حال باید مکتب بخوانم. به بسیار مشکلات دیگه مکتب آغاز کردیم. در اوایل روز اولی که ما به مکتب میرفتم ثبت نام بکنم پدر جانم بسیار با عجله است پشت سر ما دویده بود تا بسیار را که خود رفته بودی؟ بله چون امو ذهنیتی بود که زنا باید درس نخوانه و به درد نمیخوره همین ذهنیت ها وجود داشت و ما که معلول بودم برای ما خبیخی برشان اصلا قابل قبول نبود. وقتی پدر جانم از بیرون میایم از مادر پرسان میکنه که مشتری کجاست برش میگه که مکتب رفته میگه چی میکنم مکتب بازی پدرم یه چیز نمیگه اما تو را میفته میه یه طرف مکتب. ما بخاطر ازی که وقتی ما پدرم از جای دور دیدم که میه یه طرف ما بخاطر ازی که پدرم ما را گیر نکنه و مانه رفتن با مکتب نشه ما زمین به زمین از یک زمین در دیگه خواهم تو بارها افتیدیم و پس خیستم و بالاخره تا مکتب خود رسان میجه شامل کردم. امروزی پدرم بسیار نتونست گیرت کنه گیرم نکرد شاید میکرد باز درا جگرش خون شده که به این شوق میره خیر بان امروز برا باز دگه نمیمانم. وقتی که من خانه آمدم گفت بچیم چی میکنی مکتبه نمیتونی مشکلات است. گفتم پدر تو اما قبول میتونی من میتونم من کوشش میکنم آه که من میتونم. پدرم گفت خوب از برو
رای مکتب برام جور کرد، بیچاره اطراف پشت خانه مردم کینمی رای گست. شما یک کم اجازه بدین که من زمین تان آوار کنم که ولچهر دخترم تیر شده بتانم با مکتب بره. باز پدرم امیرا را برام جور کرد و عالی. بسیار جالب. مشکلات ایره هم میپرسیم که مکتب و تحصیلات به قصد کسی خواندیم یا به رضایت؟ خب یک وقفه داریم، پس وقفه میباشیم. ادامه برنامه سراچه هست. پدر روزهای بعد بازم برات گفت که نری باید؟ بله پدرم. غیر از پدر دیگر چی؟ خود اول چون امو کلان خانواده بود، رول عمده را او در خانواده داشت. وقتی برام گفت که بچیم نرو نمیتونی، من گفتم پدر میتونم، ما باید درس خود بخوانم. گفت سعیش ما در پشتت هستم. و پدرم امو روز اولی که ما دیگه برام قول داد که برو مکتب اجازه داری، امو روز برام گفت که از امروز تا روزی که ما زنده هستم هر آنقدر که توان داری میخوانی ما امرایت هستم، مایتت میکنم. و بعد از این بدل جمع تانستم که برم. و یک خواهر ما به اسم زهره جان همیشه این خواهر ما را در ویلچر مکتب می برد. ما به خاطر کلانتر است؟ یک سال از من کده خورده است و امسال از پنتون هم فارغ شدیم. اونا رشته تعلیم تربیه را لیسانس دارن. اینا ما را مکتب می برد به خاطر از اینکه خسته می شد، راه خراب بود. باز دخترای دیگه هم میره همکاری میکرد، مثلا دخترای کاکای یا دخترای همسایه. ما به خاطر از اینکه اینمی دخترها خوش باشن و ما را به مکتب ببرن خیاطی میکردم، لیف میبافتم، این چیزا را باز میفروختم. پیسی ازی را با مثلا قرود، نخود، ساجق یک چیز میخریدم که اینمی دخترها به من خوشی رشوت دیگه برشون میدونم که باز اینا به خاطر از ایمی مرا تا مکتب بابا. آه در پایان با سرانوال شدین که رشوت گریندگی و رشوت دیندگی را خوب بلد بودین. جانم خوب بلد بودین. جالب. قبل از اینکه این سوالات ادامه این مسئله را پرسان بکنم، خواهرها دیگرها هم تحصیل کردن؟ یک خواهر معلم است، از جرده پاس است، معلم است فعلا در کابل معلم است. و یک خواهر ما که لیسانس تعلیم تربیه است، او هم شکل افتخاری در یکی از مدارس در اولسوال سید خیل درس میده. و اما خواهر بیادرم درس خواندن. خب درس خواندن همیشه؟ بله. بسیار خوب. دوران مکتب چطور بود؟ در مکتب چی میگذشت با استادا؟ دوران مکتب دوری بسیار جالب و اما تو باید ماندنی است. میگن که 12 سال زودتر تمام کردین. 6 سال، 7 سال، 8 سال خانه. بله وقتی من شامل شدم چون دختر کلان بودم دیگه 14 ساله. وقتی دستم رفتم که تفلای بسیار خورد برای من جالب بود که من امروی از اینا باشم. حتی بهم شوخی بین خود میگفتیم که ننی اشتکا. باز به این خاطر من کوشش کردم و می درس ها را بیشتر سرش توجهیم بود که بتانم زودتر خلاص بکنم. ما سن به 2، 4، 6 و 8 امتحان لیاقت دادیم. یعنی یک سال خواندیم. از این جفت هم کلش گذشته این؟ بله باز 10 و 12 خواندیم. بسیار خوب. 8 سال تمام شد؟ 8 سال تمام. و با کدام مضامین بسیار خوب بودین؟ ما بیشتر با مضامین ساینسی، به خصوص مضمون ریاضی. خب میخواین کدام موضوع ریاضی رو سرش گپ بزنیم؟ نه 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 امتحان خواه اصلا، ولی این موضوع ریاضی رو که شروع کنیم مثل که فلسفه رو شروع میکنیم به یک تعداد زیادی دیگه خسته کن میشه. از این خاطر دیگه نامش هیچ نمیگیریم اصلا. ولی شما ریاضی رو بلد هستین، لایق هستین نه؟ چون ما بعد از اینکه مکتب خلاص کردم با باعث استاد مکتب در اون مکتب مقرر شدم. بعد از فراغت بازم؟ بله سال 88 مکتب خلاص کردم، در 89 در یک رقابت آزاد اشتراک کردم و در اون مکتب باعث معلم ریاضی مقرر شدم. بسیار خوب. ما بسیار دلم میخواره که با استادا یکم تکرار کنیم. از استادتان خوش شکایت نداشتین از کدام؟ اگر شکایت داشت اینجا راحت بگین نمیشنون. نه استادا همیشه دیگه با هیچ استادی کدام مشکل نداشتم. هم استادا مرا تشویق میکردن. یکی از استادای ما بود که حالا بسیار دوستشان دارم، مثل برادرم هستن دیگه، شاید به اشتباهی که بود پای برده باشن. همیشه مخالف ای بودن که میگفت دخترای جور در صنف است، چطور یک کسی که معلولیت داره یا اول نمره صنف است؟ چون اعضای خانواده شان هم در اون صنف همراه ما بود، مخالفت داشت. مسئله خیشی بوده. خب بله دیگه
فقط موضوع جدی نبود، اما باعث شد شاید اگر ما مکتب خلاص کرده بودم، وظیفه گرفته بودم، شاید نمیدانستم قدر پیشرفت کنم. اما گفتم وقتی یک استاد امرایت خودم میزنه، بیا تو هم بزن کتیش، زیاد تلاش بکن. شاید اما باعث شد که من خب من میمانم اگر میگم که در مکتب چی گپا بود، بسیار خوبایش قصه میکنن، ای قدر خوب گذشت، من فهم که روزهای بسیار خوب داشتیم، استادای بسیار خوب داشتیم. مگر من یادم است بعضی استادای ما مثلا دالیز میرتن، استاد ریاضی ما دالیز سیگرت میزد، ما رو دروازه سر ما بسته میگه چوب باشین، او بچا گپ نزنین. از این قسم خودت من تجربه کردین، به هر حال باشه، چیز نمیگین نگوین، فرق نمیکنه. مشکل نیست، از ما که در جایی که درس خواندیم اونجا استادا همیشان علمای دین بودن، چون در قریجات استادای کلان بود، همیشان اکثرش فارغ علوم برخوردشان دینی بود. فرق داشت، برخوردشان بسیار برخورد عالمانه و دوستانه بود. درست، بسیار خوب. اصلا سر امی عرف موجود هم تجربه خودت در محله که بودین میخواین چیزی بگوین؟ عرف افغانستان، امی انانات افغانستان، غیر از اینکه مثلا در مورد دخترها و بچه ها فرق داره، مثلا در مورد افراد دارای معلولیت هم فرق داره، باز در سن، مثلا در مطابق سن باز هم فرق داره. گاهی به این فکر کردین که بعضی عرفا را از این بخوادم بکنه، ریشش بکنه، فکر کردین؟ بله، بعضی عرفای در افغانستان هست، یک شما هم قبلا هم گفتین موضوع جنسیت و ایگپا، بعضی عرفی هست که مثلا برتری طلبی و ورجیت طلبی و این موضوعات دیگه، به نظر ما که این موضوعات ریشتن شد بسیار گپ خوب حالی هست. چند سال که امی که خداوند میگه که برتری انسان ها در تقویشان هست، پس ما به می اتفاق بکنیم دیگه، هر جیه طلبی باید نباشه و اما برتری طلبی ها نباشه. خب یک چند سالم به خیالم که اول نمره بودین به زور خودتان. چطور بودم اول نمره گی؟ بله، ما در تمام صنوف مکتب ما اول نمره بودیم، از امروز اولی که داخل صنف شدیم، ما چون کلان صنف بودیم دیگه، از امروز اول دیگه ریاست ها شروع کردیم. ریاست هم شروع کردیم. حالی نمیگین چطور همصنفیتان رو بگوین که چطور بود؟ همصنفی ما الحمدلله یک تعدادشان وظیفه دارن و امی هم شدیم که معلم است، ای هم سنفیم بود. البته سنفای پایین نه، وقتی که در سنف هشت امتحان دادم، در نو باز همراه هم شدیم یک جای شدم که هم شدیم اول نمره بود. وقتی که ما اومدم با زور از اول نمرگی دیگه کشیدم. آفرین. خب پنتون چطور باز؟ پنتون هم دیگه در سال 13-18 مکتب خلاص کردیم. متصل رفتین؟ وقتی امتحان کنکور دادم 220 نمره گرفتم به نتیجه، باز دیگه به یک اتفاق نکردم. باز سال دیگه و سال اول چون زحمت نکشیده بودم، و سال دوم اگر ما براتون بگویم که چطور را پیدا کردم، بسیار جالب خواهد بود. خواه من کدام آمادگی خاص هم نگرفتم جای کورس جای برم. در موخانه حتی هوای زمستان سرد بود، برقه که دستی را میگرفتم زیر صندلی، در اونجا که منقل میمونه، در اونجا گرم هم خب میبود یا نمیبود، به خاطر از اینکه فضای خانه سرد نباشه سردرد میشدم. یکی عادت دارم درس میخوانم بلند میخوانم، باید بشنوم. بله که میخوانم باید بشنوم، او را خوب یاد میگیرم. با زیر صندلی اونجا داخل میشدم، برقه که روشن میکردم، امروز از او درس میخوانم. تقریبا یک ماه درس خواندیم، با 300 نمره گرفتم، در ساینس کابل کامیاب شدم. اگه یک سال درس میخواندین 1000 نمره میگرفتین. نیخ 360 نمره بوده که 1000. و هم کسایی که یک قسمی درس میخوانن مثل شما، مطالعه هم که میکنه بسیار بلند مطالعه میکنه. بله، مطالعه آزاد. بله باید، یعنی منظور تو نیست که شما کتاب گرفتین کلی باید برای از اتاق مطالعه. امی مشکل دارم میگه چی کار کنم؟ عادت کردیم میخواست. آقا امی عادت کردیم، با زود یاد نمیگیرم، اگر آستا بخوانم زود یاد نمیگیرم. حفظی میخوانی زیاد حفظ میکنی یا نه؟ تحلیلی میخوانم، حتی باید اگر کسی نباشه وقتی که میخوانم باید حرکاتم داشته باشم، دست بزنم این رقمی که خوب تحلیل. خب با اکت و عدای شده چی میشه؟ خوب زینشین میشه پر. آه درست. و رشته که خواندین حقوق بوده درست؟ بله. قضا و سرانوالی بوده؟ بله، وقتی من در سنس کابل کامیاب شدم، باز برای من یک مشوره دادن دوستا، گفت همیشه تو باید وقتی ساینس میخوانی خود، چون به رشته ریاضی علاقه داشتم، علاقه داشتم که ساینس بخوانی، انتخاب سومم کامیاب شده بودم. وقتی کامیاب شدم باز برای من گفتن تو باید همیشه سر پای استاده باشی و همیشه همی تخته باشه و مارکر باشه، تو باید کار بکنی دیگه، استاد ریاضی میشی. باز همی یک کم ترسیدم از این رشته. اگه نخون میتونستی تو نباشه؟ بله میتونستم، او تو که در یک بخش دیگه کار بکنم.
او بس ما تبدیل کردم خدا به حقوق بیرونی. خواه اصلا فامیل همیش خبر نبود که تبدیل شدم، رفتم فامیل هم گفت خطر کلش خود تعقیب میکردی؟ گفت تو پس آمدی، ما افتم ما خو تبدیل کردم خدا به حقوق. خواه حتما در مورد نمرات و رقابت هایی که در صف می داشتیم در دوران تحصیلی هم صحبت میکنیم، ولی باید یک وقفی کوتاه بگیریم. خوش آمدین، ادامه برنامه سراچه است. خانم مشتری دانش، من نمیفهم یک نام باید بگیرم، فقط مشتری بگویم خوب است. دوران تحصیل تو تا مکتب اگر نظر بگیری خودت کلا، اگر یک دفعه خودت نمره بدی چند نمره میتی؟ 100؟ اگر خودم نمره بودم میشه که برنامه را دوستا ببینن، ما جوری نک گفتیم باز آخر دوستا نمره بودن خوب است. نه خودت چند نمره میتی؟ خودم یا مهم است باید بیرم چقدر سخی هستی بر خودت؟ خودم 80 نمره میدم بخاطر از اینکه 20 نمره چرا کم میکنی؟ 20 نمره این همینجا کل گپ است. 20 نمره بخاطر از اینکه کم میکنم که ما شاید مکتب که در 8 سال خواندیم، اگر در 12 سال میخواندم بیشتر از حالا چیزی میداشتم. خب یعنی فکر میکنی که زودتر خواندی؟ بله، عجله کردم. این درسی که آدم برای امتحان میخوانه که امتحان کامیاب شد، اون موضوع جدایی است، شما اون از ما که بیشتر میفهمین که ولی من فکر میکنم بسیار کار خوب کردی که زود از اینجا خلاص شدی زود. به هر حال این چیز خودتان ای تو کسام هست که 12 سال در 48 سال میخوانه. وظیفه چطور شروع شد؟ اولین وظیفه که گرفتی خو معلمی بود. بله، اولین در جریان معلمی باز چند سالم گذشته بود، رفتین سارنواله. من ایرم خبر دارم که یک ریاست چند روزه هم کردین. خب پیش ازی بگو که چطور کار سارنواله شد؟ جالب ریاست چند روزه باید باشه. نه شایدم اما چطور سارنواله شروع شد اصلا کارش؟ بعد از اینکه ما 8 سال معلمی کردم، یک سال دیگه بازم یک بست رقابتی بود، بست 5 مدعو رقابت کردم، به عیس مدیر اجرایی اما مکتب که مکتب خواندم لیسی نسوان امین رحمان شهید، در او به عیس عامر اجرایی بودم. بعد از او ما به فکر ازی شدم که ما فنتون خلاص کردم، رشته قضا و سارمالی را خواندم و در کنار رشته قضا و سارمالی کلینیک و قیر دیدم. ما گفتم بله این یک سال سابقه کاری حساب میشد. ما گفتم باید انال ما و ارگان عدلی قضایی برم. اما تو باز آمدم ایرم خودت رفتی یا کس دیگه؟ بله نه هیچ، خانواده اصلا میگفت، خانواده نظرشون این بود میگفت فاز خانواده مکتب چی میکنی که تو قدر تلاش میکنی، مکتب بسیار نزدیک است و قبلا کدام گزارشی هم تو نیوز داشته این مورد دیگه، مکتب نزدیک است ما میتونستم خودم برم. گفت اینجا میری میای خانه دیگه نصف روز وقت مکتب میری دیگه در فعالیت مدنی موتر داری دیگه برو پشت کار خود بگرد چی میکنی. من گفتم نه هیچ، خانواده در خبر نکردم، موتر خود سوار شدم اومدم کابل. کابل اومدم اینجا رفتم به اداره لوی سارنوالی. اصلا اول رفتم به وزارت کار امور اجتماعی و عدم معلولین، از روی یک مکتوب گرفتم به اساس قانون افراد دارای معلولیت که میگه 3% حداقل کارمندای دولت باید افراد دارای معلولیت باشه، به اساس این یک دادخواهی خودم انفرادی انجام دادم، یک مکتوب آوردم و تمام اسنادای من آمدم به لوی سارنوالی. دوران جناب امیدی صاحب بود، اونا یک احکام دادن. کدام سال بود؟ 2018؟ ما خوبه خارجی جگه نمیفهم، خب ما وطنی مردم هستیم. اما 1396 1396 بسیار خوب. باز ما از بایس سارنوال مقرر شدم در ولسوالی سنگینه ولایت هلمند، خدمتی در کابل بودم. خب در سارنوالی من خوشونت علیه زن. خب تقریبا 5 سال ما سارنوال بودم و بعد از 5 سال بله درست است. ریاست چطور شروع شد باز؟ باز بنا به لزوم دیده اداره لوی سارنوالی و ای که افراد دارای معلولیت باید که از اقلیت ها هستن باید در سطح رهبری باشن و یکی از خواست های خود من بود که من باید عضویت شورای عالی را کسب بکنم. در مدت 5 سال آرزوی من بود که من به عضویت برسم دیگه. جناب خود نامزد کردی در چیز پستش یا نه؟ من اصلا خبر نبودم،
نبودم، خبر نبودم. این سال قبل به یک تعداد سرمالای نخبر اداره لوی سرمالی تقدیر کردن که در او جمله نامان بود. باز وقتی که خواستن که اقلیت ها هم باید در صدر رهبری باشن، باز اینجا خودشان لازم دیدن نظر به مسابقه کاری و تجربه که داشتم و ماسترین به پایان رسیده بود، به این خاطر اینا مرا انتخاب کردن. و چند روز بود رئیس بودی؟ دیگه جالبترینش همیست که چند روز رئیس بودم. البته به تاریخ 6 اسد منظوری ما آمده بود از ریاست جمهوری، تاریخ 17 معرفی شدم و 24 هم نظام سقوط کرد و فعلا به سر نوشت. خب نه، از وقتی که حکمتان آمده بود از اون وقت شما رئیس بودین؟ بله، یک ماه دیگه میشه. آه درست درست، بسیار خوب. من امیدوار هستم پس بتونین، چون توانایش دارین و میشه انشالله. ای که اتفاقات بعدی چیست هنوز که نمیفهمیم، ولی خب تجربه ها و تحصیلات و اینا حتما یک کار میکنن، گذشته این در یک قسم میسازه. بیشتر از موتر یاد کدی؟ من این قصه سرمالی رو ادامه میتونم، ولی خب موتر خودت هست رانندگی میکنی؟ فعلا خب بدبختانه موتر ندارم، موتر ما فروختیم. در مدام زمانی که پنتون آغاز کردم، در روز اول پنتون ما با موتر شخصی خود رفتیم، یک موتر خریدم همراه ازو، چون پدرم و یا موافقت نداشتن به اینکه ما در موتر کرایه برم، میفتن تو نمیتونی دیگه موتر لینی برات مشکل است، میتونی اما با مشکلات از این کار صرف نظر کو. به خاطر ما اما پولایی که داشتم و همیشه جمع کردم، یک موتر خریدم واسمو. در مدت نیم ساعت ما دلیوری یاد گرفتیم. نیم ساعت؟ بله نیم ساعت، که یک مامای مرا برد یک دشت اونجا پشتیگاه که در اون موتر ماند، برای ما دلیوری را سر و پشتی شیشتم، چون پیش روی خدا نمی دیدم دیگه، برای ما دلیوری را یاد. من امی 100 افغانی هم نمیتونم نگاه کنم تا 10 روزه، تا 5 روزه، تا 2 روزه اصلا. من نمیفهم چطور شده که پول یک موتر جمع کردین؟ واقعا خواهم میتونم. جالب شمی از خوشم که ما زمانی که معلم بودم، چون همو میگن که ماش معلم برکت داره، واقعا از همون ماش کم معلمی و در پولیش یک بعض خیاطی میگه با هم که داشتم، ما تانستم اون پیسه رو جمع کنم. اما وقتی که سارنگوال شدم و ماش زیاد شد و میگه همو قدر دخلت که کلا شد، واس خرجتان زیاد میشه، خرابات کردیم دیگه. چقدر شده بود ماشتان؟ نمیخوایم بگویم؟ میخوایم بگویم؟ هیچ مشکل نیست، میگیم چون نگویم. ماشتان حالا چقدر بود؟ ماشم تقریبا ماشم تقریبا 45,000. در کدام بست؟ در بست 3 سارمولی من خوشنند بودم و یک کدری هم داشتم. غیر ازی؟ یاد امی جمعا؟ یک درجه کدری داشتم که 7,000 از کدری بود، دیگه ماشم بود. خب. و از این ریاست چه خواه نگرفتیم که ریاست شده بود؟ ریاست چقدر بود؟ برای تو گفته بود دیگه؟ نمیفهم دیگه، خواه یک نور بود، مطابق هم نور به بست موافق بودم. رئیس عمومی سارنوالی من آزار اذیت زنان در اداره تا مخصوصی دیگه، ما کدام امتیاز از اون نگرفتم، نمیفهم چند بود. یک چیز خوب، ورقه رو خود امضا کرده بودین دیم دیم در دوران ریاست؟ بله ورقه رو امضا کرده بودم، یک هفته در موتر دولتی هم رفته بود. جالب. خب به هر حال نوبت وقفه هم هست، ولی پیش از او امیر سارنوالا بسیار خطرناک نیستن؟ احساس خودتان، قضاوت خودتان؟ قضاوت خود ما دیگه مجرم خطرناک است، متهم یا سارنوال؟ من فکر میکنم سارنوالا بسیار خطرناک است. وقتی که مجرم خطرناک است که جرم انجام میده، پس سارنوال باید خطرناک باشه که در مقابل آدم خطرناک یک چیزی را بازخواست بکنه، حقیقت پیدا بکنه. دقیق، قلم سارنوالا بسیار خطرناک است. بعضی وقتا سابق میگفتن، حتما میگن خاطره های خود حتما، ولی ما چیزی که از دورهای گذشته سالهای پیشتر بسیار حساس میشم و بیادم است، قلم رنگ های قلم سارنوالا است که سمت میگرفت میبرد قضیه را دیگه، میتونست قضیه را طرف دیگه ببرن، یعنی میتونن میتونستن میتونن بله میتونن، اما اگر وجدان بیدار باشم اگرسی کار را نمیکن. شما فکر میکنین او تو آدم ها زیاد بوده پیشتر کم بوده؟ شاید ما نمیتونیم رد بکنیم، به خاطر از اینکه مثلا نه رد خود نمیشه، ولی رد نمیشه، بله کم و زیادش از کم و کم زیادش دیگه. شاید ریاست هایی که ما بودیم دیگه اونجا نبوده، اگه بوده باشم بسیار کم بوده که بچه‌شم نمیرسید، به خاطر از اینکه ما قضایایی رو بررسی میکنیم. مثلا سارمولی من خشونت علیه زن در افغانستان، ما شما میبینیم که کدام خانواده مورد خشونت قرار میگیره، اونمو که فقر از او، بیکاری از، بیچارگی از، اینطور بگین کدام خانواده
آدم مورد خشونت قرار نمیگیره. بله. میتونن ثابت کنه کی؟ اون طرق پیدا نمیشه. اصلا نمیشه. دیگه او جای نبوده که اونجا اصلا روزا میشد که وقتی ما قضیه رو کار میگیم شب خواب ما نمیبرد. به خاطر از اینکه میفتیم سعی کو از بیچارهگی از فقر گپشون تا سر مالی کشیده. درست. در این مورد خاطراتتون رو میشنویم و پس از یک وقفه کوتاه اکثر هم میبینیم و نظرات مشتری میشنویم. با ما باشید. خوش آمدین. ادامه برنامه سراچه است و خانم مشتری مهمان ماست. امی سرنوالی مثل که پیشتر گفتیم یک قسم کاری است که همیشه باید پشت جنجال باشی، با زورگویی ها سر و کارت باشه، گاهی وقتا زور بگویی، خوب سی مهارت و تکنیک و اینا زیاد چیزا باشه و حتما اون پر از خاطره ها و تجربه ها و چیزایی است که آدم یاد میده. پیش از اینکه این مورد خاطره خانم دانش پیشنویم، اکثر میبینیم و نظراتی هم که در مورد عکس‌ها وجود داره. چی عکس‌های انتخاب شده از طرف دوستای ما؟ لطف کنین بیارین عکس‌ها رو که ببینیم. خا، این عکس معلمیتون است فکر میکنم؟ بله، این عکس این شاگردای صنف دو است که در مکتب در سال 1392 صنف دو رو تدریس میکردم. همراه شاگرد وقت عکس گرفتیم. خا خا، بسیار خوب، خیلی عالی. بله، عکس بعدی؟ این هم صنف است. و این هم صنف درسی است. این را دیگه نشانده ایندی از این است که ما در هر حال اگر تلاش بکنیم میتونیم به کار نایل شیم. چون تخته بلند است، نمیتونم ما در تخته کار بکنم. میزماندیم و با اون تخته خورد. با شما با مارکر کار میکردین؟ بله. تختی تباشیر هنوز هم هست صنف آدن نه؟ بله. زیاد است. در کابل است. ولایت خو یکم است. چشم نه نه نه. او تو خو هست و هست. یعنی در موردش هیچ فکرم نشده؟ نه، اصلا جامعه جهانی در این مورد زیاد کمکایی را داشتن و بعد بختانه که نقل واری خورده شد گفتی شما از یک راه آمد و از راه دیگه پس پولا برآمد. دیگه فعلا معلمین ما با همو تخته و تباشیر سر کار دارن. بله بله. خب عکس بعدی؟ ای خو دوران ریاست نیست، دوران استانوالی است. این دوره ای دوره عملیات اجرایی مدیریت اجرایی ابو مکتب است که خب این مکتب است کار هستم. بله. آه درست. خب عکس بعدی رو می‌بینیم. آه ای خو به نظرم قصر چارچنار است. بله بله، این قصر چارچنار است و کمپاین ما خوشنط علی زن بود تو جا رفتم بودیم. خب ایام دفتر کاری ماست. خب خب خب، این عکس بعدی، این عکس بیارین؟ اینجا روی قضیه قدل است، روی از او کار میکنم. از کدام سال است؟ سال است. وطنی شو بگو. 1394. 94. خب. 97. 97. بله، 97. بعدی؟ و این ارگ است، یکی از روزهایی است که یک خاطری بسیار جالب دارم. خب. که اینجا امو تیکه دارای افراد دارای معلولیت به خاطر از اینکه بتارن فنی را بگیرن از جهان و یا از اداره امور افراد دارای معلولیت جمع کرده بودن. اینجا شما بیاین که ما در رابطه و صلح هست شما نظر میخواییم. تماما جوانانی است که همشون مستری دارن و معلولیت هم دارن. دیگه اونجا ما رفتیم، نظریه ما را جمع کردن. در آخر اما کدام نظریه نبود گفتن تشکر در آخر نه، نظری که ما دادیم مثلا نماینده را تعیین کردیم باید صحبت بکنه. یک وقت برنامه شروع شد که رئیس جمهور آمد، ما دیدیم که یک دو نفر دیگر که هیچ اصلا کسی شامل برنامه ما نبود که باید سخنرانی بکنن، اونا آمدن همو چرخگیری و همو چاکلیت خوری های وطنی دیگر. بله، این چیزا بسیار متاسفانه. بله، عکس بعدی. و این عکس جریان کدام فیصله هست یا چی؟ شورای عالی لوی سرنوالی است که گفتم پیشتر در صحبت ها که در پنج سال آرزو ازی را داشتم که ما عضویت شورای عالی را کسب بکنم. این اولین روزی است که در چهارشنبه ما در شورای عالی رفتم و روز یک شنبه نظام سقوط کرد. یک روز شورا اشتراک داشتیم. یک روز جلسه بودین. خب عکس بعدی. ای خو فکر میکنم این طفولیت من شاید 6 ماه 7 ماه بوده باشم که اینجا جور بودیم. چی جالب. ای کاش به اونجا بادم بر بگرده. نه نمیشه اصلا، هیچ خیالش نکن. هیچ کس این آرمان رو نمیتونه پورا کنه. خب بعدیش میبینیم. ای خو
رانندگی است؟ بله، این رانندگی است. زمانی بود ما وقتی پنتون میرفتم یک چند نفر دیگر هم همراه خود پنتون میبردم، منتظرشان هستم همونجا شیشتیم. آشپزی هم بسیار خوب میگه بلد هستین، خیاطی هم بلد هستین. خیاطی رو چطور یاد گرفتین؟ اول پیشتر قصه کردین که در او دوران ما کار میکردم اصلا. خیاطی رو چطور خودتان یاد گرفتین؟ مثل بریواری واری نیم ساعته بود. خیاطی رو من کم کم در خانواده از خالیم و مادرم اینا یاد گرفته بودم، اما به شکل حرفه‌ای نبود، نمیتونستم درست خیاطی بکنم. میشد که به اون فامیل یا مشکلات شامل شود. اما دو سال من در صلیب سرخ شاگرد بودم، برای ما استاد گرفته بودن و مدت دو سال درست حرفه‌ای خیاطی رو یاد گرفتم. خیاطی خوب بخش های داره دیگه. چه چیزی یاد گرفتین دو؟ لباس زنانه و مردانه یا چیزی غیر؟ لباس زنانه و تمام بخشاش. کسی که استعداد داشته باشه میره به کلشون. وقتی که سر پشت ماشین خیاطی شدیم پیسه بر خیاط ندادیم. جالب. خب و آشپزی چطور؟ بدبختانه که آشپزی بلد نیستم. شاید اگر از ما پرسان بکنن که برای ما تخمه ببیارن بگین پخته کن، شاید دقیقت بوز پختش کنم. صرف هم یک غذای وطنی را گورم شنیده بودم از دوستا که این رقم پخته میشه که باز نمو را یک روز در برنامه بود. یک وقتی در برنامه دگدان تنور ما دیده بودیم. اونجا بلد بودن یا نه؟ کس دیگه آشپزی کرده بود اونجا؟ برمیاد داده بودن دیگه بازم. چون باید یک غذای محلی ولایت پروان معرفی میکردم و یاد گرفتم باز آمدم. و شاید چین درس خواندن سخت نباشه آشپزی، اما مجبور نشدیم که کار کنیم. نه غیر از مجبوریت، یعنی خب به نظر من مثل تفریح هم هست. علاقه دارم، اما در افغانستان همون سهولت نیست مثلا که آشپزخانه قسمی باشه که امرای ویلچر بیری یا سهولتانیست. درست. از سرانواله کدام خاطره میخواین قصه کنین؟ از قضایه هایی که داره سرانواله خدا این مدت 6 سالی که کار کردیم همین کلش خاطر از دیگه نه میخواین کدام خاطر جالب شب بگویم؟ هر کدام شکل تهدید شده؟ تهدید دوران سرانوالی هم کم بودم، اما بعد از اینکه نظام سقوط کرد بیشتر تهدید شدیم. چرا بگم؟ به خاطر از اینکه وقتی نظام سقوط کرد برای ما زنگ زدن، پیام کردن که تو در فلان قضیه مثلا سر ما سخت گیری کرده بودی. کسایی بودن که متهم بودن؟ بله، چون رها شدن از زندان یک کم اونجا حرفه‌ای یاد گرفتن این موضوعات. باز من برشان گفتم که دستان خلاص برین اون نظام امارات اسلامی ما را بخواه. اگر ما کم بودیم پیش شما، ما در مقابل قانون در محکمه عادلانه حاضر هستیم براتون پاسخ بدیم. دیگه کدام ترسی از کسی نداریم. عالی، این خیلی شجاعت خوب است که دارین. و مطالعه میکنین گاهی وقت؟ مصروفیت اوقات خالیتان چیست؟ بله، یا مطالعه خوب باید بکنیم. وقتی خالی رو با چی پر میکنین؟ من مطالعه خودم آلا آوردم، من نفهم که شما مطالعه هم میکنم، دیگه خیاطی هم میکنم، بافندگی هم میکنم بعضی اوقات. چرت نمیذارین گاه وقت؟ چرت ما که فکر میکنم با چرت چیز جور نمیشه. اگر با چرت جور میشد شاید این وقتر مریضی که ما در افغانستان داریم تکلیف های روانی دارن اینا کلش از چرت و از امو بدبختی ها شده. اگر چرت جور میشد شاید افغانستان گلگلزار میشد، مثل ژاپن میشد. یعنی ما بسیار چرت میدنیم ولی چیز جور نمیشه. چیز جور نمیشه جز اینکه خود ما را مریض بسازیم. نگه چیز پرست. رشوت برات پیشنهاد شده؟ رشوت ما اصلا زمینه کاری ما امی حرکاتم رفتارم قسمی بود سلام مولی که اصلا اون نفر جرأت نمیکرد امرای ما بیشتر از اون دایره کاری گپ بزنه چی برسه و ای که برای ما رشوت پیشنهاد بکنن. صرف ما در می مدت 5 الی 6 سالی که سلام مولی بودیم دین می مدت یک جلد کد جزا بر ما یک کسی آورده بود کتاب. شما باور بکنین که ما امور از پلاستیکش نکشیدیم که طرفش میبینیم میگم الهی خواهرام مسیر او رو مال رشوت فکر میکنی؟ رشوت او رو همکارایم گفت خیر خالی قدر بسیار وزن میکرد که بی بیدارم در وزارت تدلیه سی را آورده ای دولتی است. ما گفتم که دولتی است داری ما بر ما توضیح کنه تو چرا آوردی؟ اونمو از گرفتیم دیگه اونمو رو رشوت حساب میکنین هر چی حساب میکنین. نه قضاوت به دوستان شایدم ولی من در مورد سرانوالای پاک و درست و چیز گپ نمیزنم با شخصیت و با وجدان، ولی شایدم بعضی سرانوالای بوده دلشون میگشت کاش که به من رشوت پیشنهاد کنه. من پیشتر هم گفتم یک سرانوال باید در جایش بسیار مهربان باشه،
اما در جایی که ضرورت از باید زشت باشه، در جایی که باید از امو قیود استفاده بکنه به خاطر از اینکه سوء استفاده نشه از امو وضعیتش. ما اصلا جایی ضرورت بوده بسیار به مهربانی همراه طرفین قضایا رفتار کردیم، اما جایی که ضرورت به این بوده که ما باید جدی باشم که همی از رفتار ما سوء استفاده نکنه، اونقدر جدی هم بودیم که حتی وقت ندادیم بر ما از ما یک چیزی سوال بکنه. حتی یک خاطری جالب ما برتان بگیم، یک روز از کار میکنم سر یک قضیه خشونت، یک کسی آمد بر ما گفت طرف ایستان سر میزم سعی کرد خونشته است، به جای از اینکه بگه یا سارنوال یا یک خواهر یک چیز بگه، گفت مشتری جان میشه که چیز درباره این قضیه معلومات بدی؟ اون قدر از تو ما خراب شد. ما بر چرا مشتری جان گفت؟ مشتری جان گفت ما طرف سعی کردیم، ما گفتیم تو بچه خاله مسی، تو بیادر مسی، تو مامای مسی، تو کاکای مسی، کی هستی که برای ما یک قسم میگی؟ با اومدی خانم بگو، خواهر بگو یا سارنوال بگو، قضیه تپرسان گو، این قسم رفتار نکو، کمکارای من خدای نخواسته تو فکر بکنن که شاید امرای زی کدام رابطه دوستانه یا مثلا این موضوع رشوت بسیار دیگه اعصابم خراب شد سرش. بیچاره قدر حضور کرد بود پسان پشیمون شدم، گفتم حاجت نبود قدری بیچاره درست یه هم بسیار خوبه سارنوال سر اجازه هست یک وقفه بریم؟ خب نوبت وقفه است، پس از یک وقفه کوتاه بخش آخر برنامه با ما باشید. خوش آمدین، ادامه برنامه سراچه است و مشتری دانش مهمان ماست سارنوال سر. من مشتری جان نمیگم، شوخی است. از حامی برنامه تشکری میکنم، هپی مسیو انرژی درینک، انرژی برای تغییر، شما میتونین استفاده بکنین. شما اشتها دارین انرژی؟ ما فعلا خونه. خب از چایتان بگیرین. در مورد وضعیت سارنوالا در کشور بگوین، این تحولات آخر که آمد ارزیابیتون چی است؟ در چی وضع به سر میبرن؟ همه ایشان مثل شما که گفتین اخطار داده میشن؟ بله طبعا که چون سارنوالا از جمله کسایی بودن که مستقیم با طرفین قضایا درگیر بودن و فرهنگ امو پایین جامعه و همی نبود سواد کافی در افغانستان باعث ازی شده که هر کسی که در اداره لوی سارنوالی و یا در بخش سارنوالی و قوه قضاییه مواجه میشه، این فکر میکنه که طرف ما اینمی سارنوال است یا طرف ما قاضی است یا طرف ما وکیل مدافع است، اصلا تو یک چیز نیست. وقتی جرم واقع میشه پس در اینجا نظام است، نظام باید تو رو بررسی بکنه که پلیس قضیه را جنبندی میکنه، بخش کشفیش تکمیل میکنه، روان میکنه به سارنوالی و سارنوالی ایره بعد از تحقیقات هم جانبه و قضیه را برش ثابت شد، بعد از اتهامنامه ترتیب میکنه، صورت دعوا محول اصلا به طرف قاضی میبره، روان میکنه در قضا فیصله میشه. پس در اونجا بله همین که ما میگیم که قضایای مثلا جرایم تعزیری، اینمی جرایم تعزیری است که مطابق قانون بررسی میشه، پس جرایم تعزیری مجازاتش مربوط به قاضی میشه، اونجا قاضی را صلاحیت داده برش تعریف کرده که از پیشانی ترش کردن الی اعدام، درست. پس قاضی اینجا صلاحیت داره، اما وقتی که مجرمین میره به محکمه میرسه در اونجا برش گفته میشه که وقتی قضیه بررسی میشه از طرف محکمه یا از طرف وکیل مدافع برش گفته میشه که سارنوال برای تینی مجازات خواسته، سارنوال خواسته است. بله پس در اینجا اصلا سوال نمیخواه یا میخواه؟ میخواه چون مستند که از اساس اسناد میخواه، ماده قانون از جرم پیش بینی شده، مجازاتش پیش بینی شده به اساس اون. پس در اینجا قاضی در بین اکثر و حداقلش چی است؟ مخیر است. اما برای طرف قضیه گفته میشه که سارنوال برد خواسته، پس اینمی زین برای مردم مانده، چون متهمین و مجرمین هم به ذهنش میگرده که فلانی سبب بود ولیکن بله قضیه مرا بررسی میکرد. تماما مردم همی کسایی که زندانی بودن وقتی که نظام امارت اسلامی آمد اولین کارشانی بود که زندان ها را باز کردن، تمام مجرمین را بدون قید شرط رها کردن. اینمی مجرمین است که امروز از طریق تلفن به شکل مستقیم سارنوال را مورد تهدید قرار میده، تا بدبختانه که بعد از همی که نظام امارت اسلامی آمده تقریبا 7 تا 10 همکار ما به شهادت رسیده به شکل عمد و عمدی که رسانه های ملی و بین المللی راپورهای خود داشتن،
دیگه تمام سرانوالا در یک حالت بی سرنوشتی و بیچارگی به سر میبرن، فعلا مخفی هستن. حتی من هستی کسی که از این مجموعه هستی، چه میخوایی از امارت؟ خواستن چیست؟ خواست ما از امارت اسلامی است که وقتی که اعلان کردن که مثلا عفو عمومی برای اون نظامیایی بود که در مقابل از یا قرار داشت. برست. ما سرانوالا که بخش ملکی بودیم و چی نظامی ما چی ملکی، سرانوالا در این جنبه جنگ در مقابل از یا ما نبودیم. و اگر قضایای ایران، قضایای تروریستی و قضایای جرایم امنیت داخلی و خارجی را سرانوالا بررسی کردن، این به اساس قانون بوده، اسناد اختیارشون ارگانای کشفی قرار داده، پس ما مکلف بودیم که بررسی کنیم. ولی حالا ما از نظام امارات اسلامی می‌خوایم که ما را از این بی سرنوشتی و بلا تکلیفی خلاص بکنن. ماش نگرفتیم چند ماه میشه، حتی سرانوالایی که مستری دارن، چندین سال در اداره سرانوالی خدمت کردن، امروز به دست فروشی را روی آوردن، امروز در ولایات به سنگکنی و معدن زغال کار میکنن که بسیار برای ما دردآور است. و جامعه جهانی هم هیچ توجهی برای سرانوالا نکردن. و چون نظام حقوقی کشورها متفاوت است، کشورهای دیگه یک وکیل داره، قاضی داره، سرانوالا قدر زیاد رول نداره. پس به می بر نظر از ما فکر میشه که سرانوالا در تعدید نیست، در خطر نیست. بله، امیدوارم که حل شود. اما همین ماستری رو صحبت نکردیم، ماستری چطور شروع شده بود؟ ماستری چیزی نگفتیم در این مورد. بله، ماستری زمانی که من در سرانوالی کار میکردم، اداره لوی سرانوالی یک تفاهمنامه با وزارت تحصیلات عالی داشت که سالانه باید 60 نفر از سرانوالا را ارتقای ظرفیت بدن، که در اون جمله تمام همکارای ما ثبت نام کردن، یک امتحان رقابتی رو سپری کردیم که از اون جمله 60 نفر به دو صنف اداره و پلیسی و ما و جزا و جنوشناسی ما پذیرفته شدیم در سال 1397 که باید ما در 98 تکمیل میکردیم. اما موضوع کرونا آمد و یک ماستری ما اینال که نظام سقوط کرد و تا حال ما تیزیس ما در 5 سال رسید. ماستری دو سال ما و 5 سال تکمیل. درستش تکمیل شده. خب بله، درستش تکمیل شده و فعلا ما مصروف ساختن تیزیس هستم. خب بسیار خوب، بسیار خوب. آخرین سوالات از برنامه است، میخوای چند سال زندگی کنیم؟ والا ما که میبینیم در این مشکلات افغانستان دیگه نه، خاصه تو بگو او چیزایی که از این مشکلات نگویم. نه خب بر همه گیز دیگه، بر همه گیز، هر کس میخواد زیاد زندگی بکنه. اما ما قدر زیاد هم علاقه ندارم، بخاطر که تمام زندگی بخی و درد و مشقت تیر شد. اگر هر قدری هم زنده باشم، من باید تلاش بکنم. ما میخوایم که داینده یک کسی باشم که افراد دارای معلولیت وقتی طرف ما میبینه خودت ناتوان احساس نکنم، بگی وقتی این میتونم پس ما میتونم. تماما خب، این بسیار آرزوی بلند و قوی است. به خاطر این ما برات آرزو میکنیم که سالهای بسیار طولانی هم قدر که خودت میخوایی. بسیار آقای شخص، ما در این مورد مبارزه هم کردیم. ما در زمانی که پنتون میخواندم و موتر داشتم، به خاطر از اینکه نمی عرف جامعه بسیار پایین بود، حتی بعضی کسا شبنامه من انداختن در خانه ما. ما را پدر ما تهدید میکردن که دختر تبو پنتون نره، دلیوری نکنه، این وقت دیگه جایی نیست که دخترها دلیوری کنه، که ما دایش هستیم شما را از بین میبریم. اینو بسیار بسیار ما را جگرخون ساختن. یک وقت فهمیدیم که یک آدم بسیار عادی همی کارا میکنه. تا شب موتر ما بزیر سنگ میگرفت. چی انگیزه داشته؟ چرا هستن؟ اصلا همون خیلی و ناتوانی های خودشون، توانمند شدن دیگر ها بعضی وقتا غیر قابل تحمل میباشه بر بعضی ها. چی چیز شادت میسازه؟ آخرین دقایق است. چی چیز مرا شاد میسازه؟ این مرا شاد میسازه که تمام مردم به مو حقی که خداوند برشان داده به مو قناعت داشته باشن، هیچگاه به حق دیگران تجاوز نکنن، همدیگه خدا بپذیرن، هر کسی که میتونن دستش بگیرن باید دستش بگیرن. باور داری حق همه کس برش میرسه؟ نمیرسه. نمیرسه. اما ما یک مقوله داریم میگه حق دا گرفته میشه، دادن باید بگیرن. تلاش بکنیم که حق خود بگیریم. آخرین پیام و گفته ای که در برنامه سراچه میخوایی داشته باشی چیست؟ آخرین پیام ما از تمام مردم افغانستان میخوایم که دائمی وضعیت فعلی که پیش آمده هم دیگر پذیر باشن، اگه میتونن دیگه افراد زیر دستشان همکاری بکنن. و یک پیام خاصی که فعلا کمپاین واکسین پولیو است، از تمام مادرها و پدرها عزیز خواهش میکنم که اولادای خود واکسین بکنن،
در پشتی گپا نگردن که بعضی ها میگه که واکسینی مرض ای تو مشکل به وجود میاره، تو مشکل اگه شما واکسین نکردین اولادایتان خدای نخواسته روزی به مثل ما باز پای خود از دست نده که وقت رنج ببره. بسیار تشکر میکنم استاد مشتری دانش. تشکر، زنده باشی، لطف کردی به برنامه آمدی. از پدرها و مادرایی که با اطفال خود همکاری میکنن هم در موفقیت هم در سلامتی تشکری میکنیم، و کسایی که بیشتر تحمل میکنن و کمک میکنن از او یک عالم ممنون و بیشتر از این. از همه شما تشکری میکنم، از همکارای تکنیکی خود هم. تا هفته بعد، خداوند نگهدار همه ما.